یه نگاهی به سایت دیجیکالا بندازیم و پرفروش‌ترین ساعت‌های هوشمند تو بازار، اونایی که بیشتر مورد نظر مردم بوده و مردم بیشتر دوستشون داشتن رو یه بررسی بکنیم. سلام میلاد‌علی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. می‌خوام بریم تو سایت دیجیکالا تو کاتگوری ساعت هوشمند فیلتر رو بذاریم رو پرفروش‌ترین و ببینیم از نظر مردم کدوم ساعت‌ها پرفروش‌تر بوده. برندایی که پرفروش‌تر بوده، بازه قیمتی که جذاب‌تر بوده براشون و شکل و ظاهری که بیشتر دوست داشتن و در نهایت بیشتر خریدن. ببینیم چه ساعتایی تو ردیف اول پرفروش‌ترین قرار گرفته. ستای اول طرح اپل باشن. ستای اول بازه قیمتیشون حدود 300 هزار تومانه و چهارمی تنها ساعتیه که گرد برند شیائومیه. ستا اول برندشون متفرقه است. اینا دیگه خیلی کپین. حالا ما یه لول بالاترشو مثلا برند هاینوتکو یا لوره طرح اپل واچ بررسی کردیم و اونجا نظراتمون رو دادیم، تو ویدیوش هست میتونید ببینید. ولی اینا در اصل برندی ندارن و اصلا نو نیمن و به خاطر بازه قیمتی خیلی کمشون و شباهت خیلی زیادشون از نظر ظاهری به اپل واچ انقدر پرطرفدار شدن و پرفروش شدن. ولی به نظرم بیشتر اونا که خریدن یا پشیمون میشن یا اینکه اصلا کار به استفاده ازش نمیرسه. چهارمی میواچ لایت 2 که ما ویدیو کامل بررسیش رو گرفتیم. خیلی جالبه که شیائومی یه ساعت خیلی با کیفیت داره. بازه اختلاف قیمتش رو نگاه کنید، این بغلیش 230 هزار تومان، این یکی 1,600,000، ولی تو پرفروش ترین‌ها اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن. این کیفیت خیلی بالایی داره. ویدیو بررسیشو ببینید. خوبه که من خوشحالم که این ساعت اینجا قرار گرفته. بریم تو ردیف دوم، جایی که یکم شرایط متفاوت میشه. اولی بازم یه ساعته که ظاهر شبیه اپل واچه. بذارید این یکی رو باز کنیم ببینیم نظرات مردم راجبش چیه و باید بهتون بگم که من خودم شوکه شدم. برای اینکه نظرات کاملا با نظر من متفاوته. از مجموع 37 امتیاز 4 ستاره شده و 4 از 5 امتیازی که بهش دادن، 84% خریدارا اینو دوباره پیشنهاد دادن و این عدد خیلی زیادیه به نظر من. یا با توجه به قیمتش انتظارات مردم خیلی پایین بوده یا اینکه یا دیگه ای ندارم بگم. واقعیت ببینید، عالی عالی، با توجه به قیمتش عالی، نسبت به قیمتش خوب، ساعت خوبیه، عالی عالی. اصلا یه جورایی آدم شک میکنه که این نظر رو اینگه فروشنده ها دادن، ولی خب تعدادش بالاست، مطمئنن اینطوری نیست. برمیگردیم رو صفحه دیجیکالا. ساعت بعدی ساعتیه که ظاهر جیشاکتور داره. این ساعت هم در کل محبوبن ولی کمتر نسبت به اپل باشن. و دو تا ساعت بعدی شیائومین که آخری دستمند هوشمند میبند 6 که خب الان نسبت به میبند 7 و میبند 8 چون ارزون تره طبیعتا پرفروشتر هم هست و بازه قیمتی چون پایین تره این اتفاق افتاده. و دوباره این ساعت پرفروشی هم که اینجاست میبرو لایته، یعنی شیائومی تو میبرو هم لایت 1 هم لایت 2 توی 8 تا پرفروش دیجیکالاس به نظر من توی این ساعت گل کاشته. یه ردیف میریم پایین تر، دوباره شرایط تغییر میکنه. همه طرح اپل واچ، همه برند متفرقه و فقط رنج قیمت ها اومده بالا. و جالبه که اپل واچ اصلی هم دیگه اینجا ما داریم میبینیم. اپل واچ سری 8 هم توی ردیف قرار گرفته که دیگه خود اپل واچه و خیلی ها خریدنش و امتیازش 4.2ه. بعد امتیاز بعضی از این ساعت کپی ها مثلا این یکی 4 بوده، امتیاز این یکی ساعت متفرقه مثلا 4.2ه. واسه همینه که من به نظرم این تفاوت قیمته اینقدر تأثیر گذاره روی نظر دادن مردم. آخه واقعا نمیشه اون 4.2 باشه این 4. بین سه تا ساعت کپی دیگه که کنار اپل باچ اصلی قرار گرفتن، دو تاشون رنج قیمتشون پایینن، 400 تومن 200 تومن، ولی یکیشون 2,200,000. این دیگه میاد تو اون لول هاینوتکو، برندایی که طرح اپل واچ میزنن با کیفیت مناسبتر که ما دو سه تاشو بررسی کردیم. لورا هم بررسی کردیم، T92 اولترا هم بررسی کردیم. ویدیو کامل اونا رو میتونید ببینید. میریم تو ردیف بعدی. میخوام ساعت اول رو دوباره باز کنم. یه نکته که خیلی جالبه تعداد رنگاست. نگاه کنید چند تا رنگ داره که فکر میکنم فقط رنگ بنده، چون فرمش که تغییر نمیکنه و این طرح واچ اولترا همون بیج است همیشه. برند رو نگاه کنید، نوشته متفرقه. دوباره امتیاز بالایی داره، 78% مردم اینو پیشنهاد دادن و دیگه باید بهتون بگم که میبینید که چقدر این ساعت ها محبوبن. از این خارجیم بیام تو ردیف ببینیم دیگه چه ساعت هایی هست. دستبند میبند 7 که همه میبند ها پرفروش هم، 6 چون از اون طرف پرفروش تر بود، میبند 7 هم اینجا قرار گرفته. دوباره دو تا ساعت شیائومی، یکیش میواچ لایت 2
و یکیش هم میبرو سیتو. بچه ها میبرو سیتو ساعت خیلی خوبیه. من وقتی بررسی کردم اولش که اومده بود حدود 1 تومن بود. الان میبینید اینجا 680 هزار تومنه. حتما ویدیو بررسیشو میذارم چون ساعتی که ارزش خرید بالایی داره. ویدیوشو ببینید. هی من میادم پایین‌تر تا برسم ببینم ما سامسونگ کجای این داستان قرار گرفت. بالاخره توی ردیف سامسونگ واچ 5 رو داریم. سامسونگ واچ 5 ساعت گرد ساعت خیلی خوبیه. ویدیو بررسی کاملش تو کانالمون هست. به نظرم اگه واچ 4 هنوز تو بازار بود چون ارزان‌تر بود حتما توی پرفروشا رده بالاتری داشت. منتها تو بازار کمیاب شده و واچ 4 در واقع وجود نداره. واسه همین واچ 5 به خاطر اینکه قیمتش کم بالاتره یکم جایگاهش اومده پایین‌تر. وگرنه واچ 4 خیلی ارزش خرید بالایی داشت. دیگه پایین‌تر دوباره هم ساعت‌های خود SE رو داریم که ساعت اقتصادی اپل واچ در است و سری 8 حالا 41 میلو داریم و میبرو X1 که باز ظاهرش شبیه ساعت‌های جی‌شاک ساعت مرغوم به صرفه‌ایه. خب تا همین جای کاری که بررسی کردیم بیایم یه جمع‌بندی کنیم ببینیم مردم بر چه اساسی و چطوری انتخاب کردن. اولین گزینه حتما انتخاب ظاهری بوده. شکل ساعت، طرح ساعت و اینکه ظاهر شبیه اپل واچ باشه مهمترین گزینه‌ای که برای مردم اهمیت داره. دومین آپشن یا دومین چیزی که خیلی براشون اهمیت داره اینه که قیمت ساعت قیمت خیلی پایینی باشه. حتی ساعت‌های 2300 هزار تومانی هم پرفروش میشن به خاطر اینکه قیمت خیلی پایینی داره. طرف شاید پیش خودش بگه ارزش داره که 300 تومان پول این ساعتو بدم حتی اگه بد باشه. و سومین مورد تازه میرسه به بحث کیفیت که دیگه تو کیفیت برند ساعت، آپشن‌های ساعت، صفحه نمایش و جزئیات سخت افزاری و نرم افزاری ساعت اهمیت پیدا میکنه که اولویت آخر توی خرید اکثریت مردم. این یه نگاه کوچیکی بود که ما به سایت دیجی کالا انداختیم بر اساس اطلاعاتی که خود مراجعه ساعت‌ها داشتیم و بررسیه که تو ساعت انجام داده بودیم. خواستیم ببینیم که نظر مردم چطوره و باید بگم خود من شوکه شدم و یه جاهایی فکرم تغییر کرد. فکر نمی‌کردم که اینقدر اولویت مردم ظاهر و دوم قیمت باشه. خودم احساس می‌کردم که کف ترازو با کیفیت یه جورایی مساویه ولی اصلا اینطوری نیست. اگر از این سایت ویدیوهای ریاکت نسبت به اتفاقات بازار یا فروش محصولات خوشتون میاد حتما برام کامنت بذارید تا موضوع بعدی رو انتخاب کنیم و یه ویدیو دیگه بسازیم.